سلام مجدد خدمت یکایک که شما دوستان خوب عزیزی رو در کنار بنده امشب مشاهده خواهید کرد، سید بزرگوار که خاطرهای خوبی رو در یکی دو برنامه قبلی در روز حسین با هم داشتیم و من از ایشون خواستم که امشب هم دوباره برای ما یک یادگاری و یک خاطره خوبی رو برقرار کنند. ایشون هم با سیاست پذیرفتند و منتدارش هستم که امشب به برنامه اجداد مطهرش قدم گذاشته. او کسی نیست جز سید مجتبی اقوامی، شاعر محترم و گرانقدر اهل بیت. سید جان سلام. عرض ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیزی که در این روز مبارک تماشا میکنن این برنامه رو و از امام سجاد مسئلت میکنیم که انشالله یه روزی تو این ایام ماه مبارک شعبان کنار شش گوشه ابا عبدالله میشه. الهی آمین. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم و توی این لحظاتی که خب همه درگیرن و روز آخر ساله و مشغله های هیئتی هم برای امثال شما خوبان هست، ولی دعوت ما رو پذیرفتیم. الحمدلله. تحفه اول چشم. خدمت شما عرض بکنم که شما میدانید که من حتما از نجف باید بله. کربلا بشیم و اینا. من حالا سعی میکنم در حد چند دقیقه الان چون هممون دلمون تنگه این مصرع جواب ده، هرچه دل تنگت میخواهد بگو. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از بیتی از استاد خودم آقای مجاهدی آغاز میکنم که دلی که خانه مولا شود حرم گردد، که از احترام علی کعبه محترم گردد. من از شکستن دیوار کعبه دانستم، هر آن کجا که علی پا نهد حرم گردد. به زمین قدم نهادم به هوای سرزمینش، شدم خیره به ایوان طلای نازنینش، همه دست ها دخیلش به زری خوشه چینش. تو ببین که وعده داده خود رب العالمینش، که ز صبر می شود قوره شراب اربعینش. نوح و آدم و خلیل و یونس و جناب موسی، هود و صالح و شعیب و خضر و حضرت مسیحا، شخص یعقوب نبی و یوسف و جناب یحیی، هود و الیاس و سلیمان، حیقوق و زکریا، تک به تک که نام بردم همه جزو خادمینش. و یه عرض ادب کوتاه هم به ابا عبدالله. یا ابا عبدالله حسین، اجازه میدین آقا؟ یا علی، امام حسین و بعد چند بیت امام سجاد تو بریم کجا؟ پسر فاطمه ای دست گل سرخ پیمبر، همه ی هستی احمد ولی خالق سرمد، به تو پیوسته سلامم، به تو هر لحظه درودم، که توی دار و ندارم، که توی بود و نبودم، رخ تو آینه غیب و شهودم، تو قیامم، تو رکوعم، تو سلامم، تو قیامم، تو رکوعم، تو نمازم، تو سجودم، به فدای تو سراپای وجودم، تو همه هستی مایی، تو امام شهدایی و تو مصباح هدایی، تو رکوعی، تو صلاتی و تو کشتی نجاتی، تو تمام حسناتی، تو دعا، تو صلواتی، تو یم جود و سخایی، تو دوایی، تو شفایی، تو همان خون خدایی جانم. به خداوند دو عالم که تو هم قبله و هم قبله نمایی آم. چه بگویم به مدیحت، تو حسینی شاه بین الحرمین. به 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 به، انشالله روزی همه بشه دوباره بین الحرمین و حرم آقا جانمون. و اما همیشه روزه هایش حس و حالی دلنشین دارد، کسی که خاطراتی تلخ از اهل زمین دارد. من سعی میکنم ابیات روزه‌شو نخونم. آره. همیشه روزه هایش حس و حالی دلنشین دارد، کسی که خاطراتی تلخ از اهل زمین دارد. شوم قربان زین العابدینی که در این عالم حساب سجده هایش را فقط روح الامین دارد. علی هست و علی هست و علی هست و خدا را شکر. علی هست و علی هست و علی هست و خدا را شکر. علی بعد از علی ارباب ما در آستین دارد. علی بعد از علی ارباب ما در آستین دارد. به خود می بالد این شاعر
که کل آبرویش را زلطاف امیر المؤمنین دارد. خیلی عالی، خیلی عالی، ممنون و متشکرم. حالا باز اشعار امیرالمومنین رو هم میخوانیم به جهت اینکه آقا سید الشهدا عاشق پدرشون هستن. ای جانم و انشاءالله که خود حضرت یه عنایتی میکنه، حضرت بابا به قول معروف، و برای ما دوباره زیارت فرزندش رو مینویسه از نجف تا کربلا انشاءالله پیاده صفا کنیم. نام ما رو بنویسید. شعبان تا حالا کربلا بودی؟ بله، من اولین باری که کربلا مشرف شدم تولد سید الشهدا. بله، خاطره هم داری ازش؟ نمیشه عنوان کرد، وقتی آدم اون لحظه‌ای که وارد بین حرم میشه دفعه اولشه. آره. که اصلا این همه فقط توی عکس ها، توی پوستر ها، توی گوشی ها دیده و اون فضا قابل توصیف واقعا. اونجا چیزی گفتی به عنوان اولین بار یا بازم تو اون حال هوای عشق و صفا بودی؟ اونجا هم نه، زبان اون فقط به نوحه و خواندن. اون موقع من هنوز شاعر نشده بودم. چی شد اومدی تو این فضا؟ من یادم نمیره، بد نیست اینجا بگم. آره که دیگه، آره در ماه محرم بود و من خب خیلی به شعر علاقه داشتم، شعر میخواندم و توی جلسات اجرای شعر میکردم، ولی از اشعار دوستان. بله. و مثل آی صابر خراسانی جلان از اشعار دوستان استفاده میکنم. من همین کارو میکردم، حتی شهرستان دعوت میشدم و روزی توی اتاق نشسته بودیم، اول دهه اول محرم بود و من معمولا از حضرت امیر معمولا میخوانم. بله. یعنی محرم عاشورا میشه، من متن مولا میخونم. این دوستمون داشت با من صحبت میکرد، زاکری که اونجا بود، گفتش که تو این همه شعر دوست داری و اینقدر مثلا اجرا میکنی، محبت داشت به من، گفت چرا خودت نمینویسی؟ و این تلنگری اونجا به من خورد و گفتم چرا مینویسم؟ این کاغذ و قلم رو براشم رفتم یه اتاقی بود، در رو بستم و از اتاق که اومدم بیرون با یک شعری اومدم بیرون. میخوای الان براتون بخونم؟ بخونش، خیلی خوبه. بسم رب العشق، رب العالمین، عشق مولایم امیر المؤمنین، عشق حیدر عالمی را سرور است، حب او راه نجات محشر است، من زنام حضرتش دم میزنم، با دمم آتش به عالم میزنم، سوخت هر که در رهش باقی بود، مست جام حضرت ساقی بود، بعد لعن و سب شیطان رجیم، ذکر بسم الله الرحمن رحیم، اول و انجام هر کار دل است، چون که بی این ذکر نیت باطل است، او خدا بوده خدایی مهربان، او بود رب زمین و آسمان، او خدایی میکند بس با وقار، او بود فرمانده لیل و نهار، آسمان ها را مسخر کرده است، ظلمت ما را منور کرده است، هر چه دارایی به دستش داشته در وجود حجتش بگذاشته. رمز دارایی او یک گنج شد، راز خلقت محورش بر پنج شد، محور اول رسول خاتم است، نام او چشم و چراغ عالم است، در صراط او بمانم مستقیم، نیست بر شیع دمی نار و جهیم، حب تو و سابقون از سابقون، دشنه ای بر قلب کل مارقون، ساکنان کوی تو دیوانن، مست از یک باده و پیمانن، باده بر دستم پیمبر داده است، جرعه جرعه فضل حیدر داده و الاد طولانیست و همه رو بار اول گفتی؟ بله. ایوالله. بعد میره تو آشورا سالی و حضرت علی اکبر محبت کردن. بله. خب بعد چی شد دیگه، مسیر رو ادامه بعد دادی؟ بعد ادامه دادم، شروع کردم نوحه نوشتن رو، الان خدمت شما هستم. بسیار عالی، بسیار عالی. بهترین شعری که خودت دوستش داری؟ همه رو دوست دارم، هیچ پدر هم پدر همه بچه هاشو دوست دارم. خب این جمله رو همه میگن ولی کن کدومشو باش بیشتر صفا میکنی؟ فکر میکنی خریدنش؟ دوست میدارم همه کارم، تا حالا اصلا بهش فکر نکردم. خلوتت کدوماشو زمزمه میکنی؟ ولی خب کارهایی که با امیرالمومنین دارم و یه موقع کاری که کار درد و دلیمو خیلی دوست دارم. اون حرفایی که واقعا از ته دل برای حضرت مینویسم گاهی، و مثلا برای امام زمان مثلا یه کاری بود من نوشته بودم، یه درد دلی بود، چون من بچه تهرانم، اومدم قم زندگی کنم، یه سری طعنه ها به ما زدن، شما تهرانی هستید، برای چی اومدید قم؟ تو جمکران زندگی میکنید، محل زندگی من اونجاست. و در جواب این دوستان من یه کاری نوشتم، یه درد، مثلا این کارا رو خیلی دوست میدارم که مثلا واقعا از تمام وجود و اون حس داخلی انسان کارو مینویسه. بله. بعد شما سعی میکنی که شعرات بیشتر کوششی باشه یا جوششی؟ همینو میخواستم عرض بکنم، گاهی شعر جوششی است، گاهی کوششی است. اونایی که جوششی است خب مسلما
یهو به شما یک خمیر مایه رو میدن، حالا شما بعدن میری چکشکاریش میکنی، کار خیلی کار ارزنده ای میشه. من یادم هست یک بار نیمه شب از خواب بلند شدم، احساس کردم سینم سنگینه و ساعت 2-3 شب بود، بلند شدم و احساس کردم من باید بنویسم. رفتم آوردم و همطور نوشتم، یعنی دست خودم نبود، یه متنی برای حضرت امیر بود. بله نوشتم و چکشکاری میخواد، ولی خب مثلا همچین اتفاقی افتاده. خیلی خوب. بله. خیلی خوب. ما سعیمون برای این بوده از ایجاد این برنامه برای 15-16 شب، نیتمون برای فرج بوده، حالا همه دوستان و شبکه ها و رسانه هایی که توی این ایام کار میکنن. لذا یکی از پایه های اصلی برنامه رأس ساعت 10، یعنی چیز حدود 2-3 دقیقه دیگه، دعای الهی از اومال بلا رو با کل جماعت بینندمون زمزمه میکنیم و دعوتگی هامون مثل شما و تمام دوستان رفقای دیگه که میان، ازشون میخوایم که حتما پیرامون امام زمان هم برای ما بخونن. اگر که شعرتون متوله میخوام به سر ساعت قول دادیم که نگه داریم، بعد از دعا بخونیم با هم، اگر نه کوتاه الان بخونیم که خواندن شما میشه زمینه برای دعا. هر چی شما دستور میدید، ما هم متول میخونیم هم کوتاه. پس یه چند خطی بخونید که بعد که شما استوب زدی دوستان برن برای دعا. من شاید نیمه شبان برای شاید زنده نباشم، این کار رو عزیزم خدا حفظت کنه انشالله باشی و نوکری آستان اهل بیت انشالله کربلا باشیم، هرچه هستیم انشالله نیمه شبان کربلا باشیم. بنویسید و بخوانید که سالار آمد، زامن مغفرت هرچه گناهکار آمد. شکر لله حجج الله به بازار آمد، دست و دلواز و با چشم خریدار آمد. چه شد این بار که از ساعه امانم دادن، پس یقین آمده صاحب که زمانم دادن. چه جلالی و وقاری و کمالی دارد، حرف دل بود عجب عشق زلالی دارد. هاشمی زاده مولاست چه خالی دارد، دیدن مژده دیدن یار به جان می ارزد. تاری از موی تو آقا به جهان می ارزد. آره والا تاری از موی تو آقا به جهان می ارزد. کی می آیی که به فهمن زفر یعنی چه، در دل معرکه ها مرد خطر یعنی چه. ماه خوشسوق بداند که قمر یعنی چه، معنی ها علی کیف بشر یعنی چه. وصفتان عین علی شاه عرب میماند، ملک الموت ز تیغ تو عقب میماند. خیلی عالی. تا حس و حال دعا داریم دستهاتون رو بلند کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف القطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف القطا قطع الرجاء وضاقت الأرض وبنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا صار أو هو أقرب.
اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان الغوث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه و انصاره. قبول باشه انشاءالله به برکت دعای شما عاشقان در جای جای دنیا فاصله ما و حضرتش کم خواهد شد، بلکه این انتظار به وصال تبدیل و ظهور محقق خواهد شد. وقتی که اساتید قلم و زبان در کنار آدم باشند صحبت کردن قدری سخته. آسد مجتبای عزیز هم از اون دوستانی است که با ادب با معرفت نسبت به آستان اهل بیت. سعی میکنم که در کنارش بیشتر سکوت بکنم تا از قلمش و اون لحظات شیرین اتصالش با حضرت دوست بیشتر استفاده بکنم. آقا جان در خدمت شما. قربونتون برم عزیزم. بله عرض کردم اون شعر درد و دلم و حضرت بخونم. بسیار عالی بسیار. آخرین جمعه قرن امروز. آره دیگه تمام شد فردا 1400 محقق میشه. قرن شمسی البته. بله شمسی البته. اگر میبینی امشب من پریشان پریشانم، سفر کردم به کوی تو که کوی توست درمانم. کلنجار شدیدی داشتم با روح و با جسمم، ولی آخر شدم از لطف تو تسلیم وجدانم. قریب مرتضا مظلوم عالم یا بن زهرا، کجا خیمه به پا کردی که از غفلت نمیدانم، ولی کن خوب میدانم در این عالم قریبی تو، منم بی تو قریبم چون شکستم عهد و پیمانم. اگر میسوزم و میسازم از غم علتش این است، به سوگ خود نشستم من درون بیت و لحظانم. خلاصه وصف حال من که گم کردم امامم را، به ظاهر خوب آبادم ولی ویران ویرانم. بمیرم به مهر او شده نوری به محراب دلم روشن، خدا را شاکرم که از شیعیان اهل ایرانم. قریبانه اون بیتی که به خودم اختلاس داره اینه، قریبانه پناه آوردم از ریب شهر قم، پرستوی مهاجر از تبار شهر تهرانم. که هستم در جوارت شرح من شاید همین باشد، فقط تک مصرعی بودم ولی کن با تو دیوانم. از آن وقتی که همسایه شدم با صاحب عالم، شنیدم طعنه ها از دوستان و آشنایانم. اگر فرمود پیغمبر که آلش کشتی نوح است، برای من سخن گفته، منی که غرق طوفانم. و در جای دیگر فرموده مولا حضرت صادق که قم باشد حریم ما، منم پس تحت فرمانم. به شهرش معتکف ماندم جز آغوشت پناهی نیست، به شهرت معتکف ماندم جز آغوشت پناهی نیست. اگر در حسنتان باشم
یقینا خصم شیطانم، عیار من دعای تو، سرای تو، ولای تو، نگاهی چون عمویت کن که شرمنده ز سلمانم. نگاهم چون عمویت، نگاهی چون عمویت، نگاهی چون عمویت. اگر نگاهی کنه همه عالم سلمانشون. آره آره آره، اون داستان خیلی قشنگ که یک شاعر شک کرد در این که خب ابوالفضل العباس علیه السلام بالاتره یا جناب سلمان که به او محمدی میگویند. با همین وضع خوابش برد. حالا شاید خیلی ها میدونن از بینندگان، من بی‌ادبی میکنم، معذرت میخوام. در عالم رؤیا وجود نازنین امیرالمؤمنین رو دید. حضرت فرمودند که مواظب باش، یک نگاه عباس هزاران سلمان خلق میکنه. این تعبیری که سید آورده توی بیت آخر شعرش، انشاءالله نگاهمون میکنه. اینجا هم که به نام بیت العباس و خونه حضرت عباس، انشاءالله هم به شما هم به من هم به تمام دوستانم و تمام بینندگان از اون نگاه های پر رفعت و رحمتش میکنه. آقا این سلام آیا بری شما از همه ست میلاد نخوندید؟ میلاد آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، اگه شعری هم دارید بخونید. بسم الله دستور فرمان. بله من بعد این یادگاری رو میدم. بله چشم. بسم الله. پس ما باید این رو دارید به قول معروف سریع بخونم. وقتی که دستتان سر جام بلا گرفت، دین و طریقتم همه بوی شما گرفت. در مسلکت ولا و بلا دو برادرن، پس شاه کربلا مدد از مرتضا گرفت. حر و حبیب و عابس و جون و بری هم فرمان عشق از شه گالو بلا گرفت. هر وقت او نظر کند از عرش کربلا، دیدم عجیب که چقدر روزه ها گرفت. وقتی گرفت مجلس ارباب بی کفن، اشکم رسید و این دل خسته شفا گرفت. فرموده مادرم همه جا باش با علی، ذکر لبان حضرت زهراست یا علی. بهر زیارتم به حسن رو زدم حسین، دستی درون آن خم گیسو زدم حسین. با چشم اشکیم به حرم تا رسیدم، پایین پله های تو زانو زدم حسین. صحن و سرای این دل آلودم، ببین مانند خادمان تو جارو زدم حسین. در این حرم دل از همه جا کنده می شود، صد مرده از نگاه شما زنده می شود. هر کس که با تو است یا ابا عبدالله، هر کس که با تو است به عزت رسیده است، در پستیش به قله رحمت رسیده است. آن کس که سیر قربت و نل الحسین رفت، بر سر آفریدن خلقت رسیده است. بی تو درون مکنت و مالش زهیر هم، دستش تهی و با تو به قیمت رسیده است. بعد از گذشتن همه طی و طریق ها، نوکر به چایریزی هیئت رسیده است. وقتی حسین و منی پیغمبرت شدی، وقتی حسین و منی پیغمبرت شدی، یعنی رسول، با تو به بعثت رسیده است. ای جلوه شکوه خداوند عالمین، راز مگو و فاش خدا حب و کل حسین. وقتی که خواندم ز مقاتل روایتش، کارم ببین فقط شده نقل حکایتش. هر کس به ظرف معرفتش یک سری زند، فهمیده از حسین به قد کفایتش. نشنید جبرئیل امین در دل بلا، از آن لبان تشنه دمی هم شکایتش. شش ماه را میان عبایش کفن نمود، یا للعجب ز خنده سبز رضایتش. جز عرش کبریا چه بگویم به کربلا، گردی تو هم نشین خدا در زیارتش. محرم شویم و از حرم شاه سر جدا، بهر طواف کعبه سقای کربلا. محراب علقمه شده ابروی ساقیش، حبل المتین کربلا موی ساقیش. قرص قمر به چارم شعبان در آمد، و خورشید غرق در شب گیسوی ساقیش. با دست خیس حضرت، با چشم خیس حضرت مولا چه می کند؟ بوسه زند به دست و به بازوی ساقیش. بر خاتم عشیره حیدر نگین شدی، شیر غیور بیشه ام
بنین شدی. به به خیلی عالی، خیلی عالی، طیب الله سنت، ممنون و متشکرم. آقا من این یادگاری رو تقدیم شما میکنم و انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید و باز ما در این جور برنامه ها شما رو ببینیم از محضرتون استفاده. عزیز مایی، خدا حفظ کنه شما، ممنونم از محضرتون.